برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. وزارت کشور عربستان از اجرای دو حکم اعدام خبر داد. یک تبعی اردنی به نام محمد توفیق سلیم عرفه به دلیل قاچاق آمفتامین اعدام شد. همچنین سهل بن متعب از سهلی تبعی سعودی که به قتل یک شهروند دیگر متهم بود پس از صدور حکم اعدام به قتل رسید. سازمان ملل نسبت به خطر گسترش ویروس فلج اطفال در یمن هشدار داد. بحران بهداشتی این کشور از سال 2020 عمیق‌تر شده و نرخ واکسیناسیون از 58% به 46% کاهش یافته است. یونیسف تأکید کرد که ریشه‌کن کردن فلج اطفال نیازمند تلاش‌های مشترک مقامات و شرکای بین المللی است. نیروهای پشتیبان سری در سودان با حمله به روستای الجزیریا 124 غیر نظامی را کشته و خانه ها را غارت کردند. این حمله به دنبال دستگیری یکی از افسران نیروها انجام شد. درگیری ها 11 میلیون نفر را آواره کرده و عزم مردم سودان را برای مقاومت افزایش داده است.